سلام و شبتان بخیر. به خبر هشت خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 14 ماه جدی سال 1400 خورشیدی است. سرخط خبرها. تاکید امارات اسلامی روی به رسمیت شناختن نظام جدید در افغانستان. دا هم د ګاونډیانو دپاره دي، هم د دنیاوالو دپاره. دا ډېرې ستونزې زیاتوي، ډېر مشکلات بیا پیدا کوي. تلاش پاکستان بر حصارکشی یک جانبه در امداد خط دیورند. ما خاموش نیستیم. ما حصارها را نصب کرده ایم و انشالله این تلاش ادامه خواهد یافت. ما مصمم هستیم که از منافع کشور خود محافظت کنیم. تصمیم بر جابجایی نیروهای استشهادی در میان اردوی وزارت دفاع. حمله مسلحانه بر مطر حامل همسر سابق صدر اعظم پاکستان. و تلاش ها برای برخوردی بزرگراه های کشور از سوی وزارت فضایی دارد. مشهوری خبرها. مقامات امارات اسلامی روی به رسمیت شناختن دولت جدید افغانستان تاکید کرده، میگویند که عدم به رسمیت شناختن نظام جدید باعث تشدید مشکلات برای کشورهای جهان خواهد شد. عبدالغنی برادر در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان میگوید که فرمان عفو عمومی امارات اسلامی پابرجاست و هرگز قصد کشتن اشرف غنی را نداشتند. این مقام بلندپایه امارات اسلامی آمریکا را متهم به نقض حقوق بشری میکند. پس از روی کار آمدن امارات اسلامی در افغانستان، ملا عبدالغنی برادر عضو ارشد تیم مذاکره کننده امارات اسلامی در قطر و معاون کنونی رئیس الوزرای امارات اسلامی در اولین مصاحبه اختصاصی خود با رادیو تلویزیون دولتی افغانستان یک بار دیگر روی به رسمیت شناختن دولت کنونی افغانستان تاکید کرده، میگوید در صورت عدم به رسمیت شناختن امارات اسلامی از سوی جهانیان، کشورهای جهان به خصوص کشورهای همسایه با مشکلات زیاد روبرو خواهند شد. در بیا هم در گاونډیانو دپاره دي، هم د دنیاوالو دپاره. دا ډېرې ستونزې زیاتوي، ډېر مشکلات بیا پیدا کوي. نو دوی دې په دې باندې خپل تجدید نظر وکړي، غور دې پر وکړي. هرچند اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان در مصاحبه تازه خود دلیل فرار از کشور را قصد ترور وی توسط نیروهای امارت اسلامی عنوان کرد، اما این مقام ارشد امارت اسلامی میگوید که آنان هرگز قصد کشتن او را نداشتند. کمو جو گرو خو په جنایت کې دغه ټول سره یو شی دی، خو هغه تشویونه یا هغه دي ناس نه دي، هغه د خلکو سره ملاقاتونه نه کوي، هغه د دنیاوالو سره ملاقاتونه نه کوي. کوم مشکل ورته پیښ شوی؟ جامعه جهانی امارات اسلامی را همواره به نقض حقوق بشر به خصوص زنان متهم می کند، اما آقای برادر می گوید در مقایسه به نظام کنونی، حقوق زنان همواره توسط حکومت قبلی زیر پا شده بود و ناقص اصلی حقوق بشر دولت امریکا است. چیزه او از کبار در تو کم بشری حکومت امریکا در ناوی نلری که موز نلرو در افغانستان پر کم حال پریشوی پیسې چې دا اوس د اشرف غنی دپاره دا نه میلیارده پیسې راغلي وې که د افغانستان د ملت دپاره راغلي وې. معاون رئیس الوزرای امارات اسلامی با سپاسگزاری از کمک های بشردوستانه جهان تاکید می نماید که این کمک ها کافی نیست. این مقام ارشد امارات اسلامی می گوید که تعلیم حق تمام شهروندان کشور است و دلیل بسته بودن پوهنتون های دولتی مشکلات اقتصادی و اخلاقی می باشد که امارات اسلامی به زودی دستورالعمل تحصیل زنان را آماده خواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان میگوید که این کشور بر حصارکشی در امتداد خط دیورند ادامه میدهد. شاه محمود قریشی در یک نشست خبری در اسلام آباد میگوید که کشورش مصمم است تا از منافع خود محافظت کند و به طور یک جانبه نصب حصار امنیتی در خط فرضی با افغانستان را ادامه خواهند داد. در همین حال امارات اسلامی تنشها در سرحدات با پاکستان را حل شده میداند و روابط با اسلام آباد را به دور از این رهگذر مهم میپندارد. نوید بهار گزارش میدهد. با دنبال تنش‌های اخیر میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان بر سر ایجاد دیوار امنیتی از سوی نظامیان پاکستان، حالا وزیر خارجه این کشور میگوید که برای اینکه از منافع خود محافظت کنند، در ساخت دیوار در سرحد با افغانستان به طور یک جانبه ادامه میدهند.
ما خاموش نیستیم. ما حصارها را نصب کرده ایم و انشاءالله این تلاش ادامه خواهد یافت. ما مصمم هستیم که از منافع کشور خود محافظت کنیم. وزیر خارجه پاکستان همچنان میگوید که تلاش دارند تا از راه‌های دیپلماتیک چالش‌های موجود میان دو کشور را حل کنند. افغانستان با طالبان در تعامل هستیم و باید قادر باشیم تا سردرگمی که به وجود آمده است آن را از طریق کانال‌های دیپلماتیک حل کنیم. بر اساس گزارش‌ها آخرین رویداد در آخر هفته گذشته در سرحد میان نیروهای دو کشور رخ داد و قوای سرحدی امارت اسلامی بخشی از حصارها در امتداد سرحد میان دو کشور را برچیده است و همچنان امارت اسلامی تنش‌ها در سرحد با پاکستان را حل شده می‌خواند و می‌گوید تلاش دارند تا در آینده از همچون مشکلات جلوگیری شود. امتداد خط دوران رخ داده یک مسئله کوچک در سطح محلی بود که اکنون حل شده است. ما نمیخواهیم روابط ما با کشورهای همسایه بر اثر این چنین مسائل کوچک مخدوش شود. در آینده برای جلوگیری از این گونه رویدادها مشترکاً تلاش خواهد شد. پاکستان از سال 2007 میلادی به این سو حصارکشی در سرحد با افغانستان را آغاز کرده است و نظامیان آن کشور رهبری این کار را بر عهده دارند. این اقدام پاکستان همواره سبب درگیری ها میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در دولت‌های قبلی و فعلی هر دو کشور شده است. ایران بار دیگر بر ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرده و گفته که در مرحله به رسمیت شناسی امارات اسلامی قرار ندارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که کشورش انتظار دارد تا حکومت امارات اسلامی در افغانستان با اقدامهای عملیش بتواند حمایت بین‌المللی را برای رسمیت شناختنش به دست بیاورد. در همین حال امارات اسلامی میگوید که دولت فراگیر ضرورت خود دولت و مردم افغانستان است و در این راستا نیاز نیست که از سوی کشورهای همسایه منطقه و جهان فشار وارد شود. عبیدالله انوری گزارش میدهد. تأکید ایران بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، اما امارت اسلامی دولت فراگیر را ضرورت خود دولت و مردم افغانستان می داند. ایران می گوید در مرحله بررسمیت شناسی امارت اسلامی قرار ندارد. با گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، کشورش انتظار دارد تا حکومت امارت اسلامی در افغانستان با اقدامهای عملیش بتواند حمایت بین المللی را برای بررسمیت شناختنش به دست آورد. در ارتباط هستیم از جمله با طالبان در سفر آقای قومی به افغانستان. موازهمون و نکاتمون با دقت و به طالبان گفته شده. ما الان در نقطه شناسایی اساسا قرار داریم. امارت اسلامی اما میگوید دولت فراگیر ضرورت خود دولت و مردم افغانستان است و در این راستا نیاز نیست که از سوی کشورهای همسایه منطقه و جهان فشار وارد شود. دولت فراگیر ضرورت خود دولت و مردم افغانستان هست. در این راستا نیاز نیست که از سوی کشورهای همسایه منطقه و جهان بر ما فشار وارد شود. ما خود ما درک میکنیم که چی کارهای باید انجام بدهیم. با گذشت نزدیک به 5 ماه از حکومت امارت اسلامی، تا کنون هیچ کشور حکومت تازه شکل گرفته افغانستان را به رسمیت نشناخته است، در حالی که تلاش ها در این راستا از سوی امارت اسلامی در کابل و دوحه به شدت جریان دارد. امارت اسلامی در اردو در حال تأسیس گروه استشهادی را جابجا می کند. امارت اسلامی می گوید که گروه استشهادی را تحت عنوان نیروهای ویژه در وزارت دفاع با تعداد مشخص تشکیل و از بهر استفاده در عملیات های خاص آماده می سازد. و گفت این مقام ها تمام برنامه ریزی ها برای تشکیل اردوی ملی جدید روی دست گرفته شده و در تمام قل اردوهای وزارت دفاع کار عملی آن شروع شده است. سمیه جایش گزارش می دهد. نیروهای استشهادی امارت اسلامی در ساختار وزارت دفاع زیر نام نیروهای ویژه برای عملیات های پیچیده آماده می شوند. امارت اسلامی می گوید این قطعه خاص استشهادی به زودی وارد ساختار وزارت دفاع ملی می شود که برای عملیات های خاص از این نیروها کار خواهند گرفت. آنها بعد از این در اردوی کشور من حیث یک نیروی ویژه تنظیم می شوند
و فعالیت خود را روی مکانیزم نوی که در تشکیل اردو می باشه با پیش می برند. پیش از این مقام های محلی در بدخشان از تشکیل کندک های استشهادی تحت نام لشکر منصوری خبر داده و گفته بودند این کندک ها در ولایت های شمال شرق به ویژه بدخشان برای تامین امنیت سرحدات با کشورهای همسایه ایجاد شدند. اعمال استشهادی و انتحاری یک نوع مشروعیت می تواند نشود که فردا داعش و القاعده هم از این هم استفاده بکنه. در صورت ضرورت و نیاز این قطعات خاص حله دشمن استعمال کند. در میان شهروندان اما این تصمیم امارت اسلامی برای جابجایی نیروهای استشهادی در ساختار وزارت دفاع ملی مخالفان و موافقان خودش را دارد. در نظر میداده چی که در افغانستان در جوڑولو پا در صورت که را پاسیگی در دیگه که زخواخیم جوڑدی. هنوز ما خود نشدیم و ندیدیم دیگه اینا از نظر خودشان دیگه پروگرام را گرفتن البته در خیر فلاح اسلام باشه خود. استشهادی یا انتحاری یا فدایی ها یک چیز نواز در دنیا که مثلا دیگه کشورها اصلا این کار را نمیتانه و نمیکنن. چند پیش قاری فسیح الدین لوی دیرسیس وزارت دفاع به تلویزیون الجزیره گفته بود که قصد دارن یک اردوی 150 هزار نفری بسازن اما این که از نیروهای امنیتی نظام پیشین کشور شامل این نیروها خواهند شد چیزی نگفتند. اما برخی از مقام‌های امارات اسلامی گفتند که در صفوف این نیروها از نظامیان پیشین نیز شامل خواهند شد. تصاویری که به تازگی در صفحات اجتماعی دست به دست می‌شود، نصیحت مردم در پیوند به نحو گذاشتن ریش، نشنیدن موسیقی، حضور محرم شرعی در کنار زنان و رهنمایی مردم برای رفتن به مسجد در وقت‌های نماز را نشان می‌دهند. در پی نشر این تصاویر شهروندان کشور از امارات اسلامی می‌خواهند تا با مردم تعامل و برخورد نیک داشته باشد و آزادی فردی را برای شهروندان بدهند. از سوی هم وزارت امر به معروف و نهی عن المنکر میگوید که مردم با الفاظ خوب امر و نهی میشوند و کسانی که از نام و آدرس این وزارت با شهروندان برخورد نادرست میکنند مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. در این باره هم عبیدالله انوری گزارش میدهد. به دنبال وضع محدودیت ها سوی امارت اسلامی به تازگی تصاویر در صفحات اجتماعی دست به دست می شوند که نصیحت مردم در پیوند به نحو گذاشتن ریش، گوش ندادن به موسیقی، حضور محرم شرعی در کنار زنان و راهنمایی مردم به مسجد در موقع نمازهای پنجگانه را نشان می دهد. و در پیشوی تو تا سیاسر بارانه دو سیاسر از نگاه دین چی هسته؟ نارواز پارید میشه یعنی وزنی که به حجاب میباشه بلاش میکنه من باید باید مسلمان هستیم حجاب یک فریضی دینی است باید ما شما مرم. اما شهروندان کشور از امارت اسلامی میخواهند تا با مردم تعامل و برخورد نیک داشته باشند و آزادی فردی را برای شهروندان بدهند. امر که از بالا صورت میگیره اگر میخوای واقعا در پایان سر سربازا پیاده کنه باید نظارت داشته باشه. باید از مردم وقتی یک استباز رسید وقتی ایجاد میشه از مردم سوال میشه باید ایستی دیگه ایجاد شه یا نظریت مردم پرسان کنه برخوردش طالبا را با مردم پرسان کنه که واقعا این برخورد درست صورت گرفت یا نگرفت. اگر جلوی کار گرفته میتونه خوب اگر نمیتونه دیگه مشکل ایجاد میکنه هم برای دولت هم برای مردم. امر بر معروف نهی از منکر باید برای دساحه ساحه را چک کنه که آیا این نفر خودش استخدام کرده در این ساحه برای زی کار یا نکرده. اگر استخدام کرده باشه خود درست است. اگر نکرده باشه از جای دیگه بیایه نوخی یک مردم یک آزار اذیت کنه این درست نیست دیگه مردم آزار اذیت میشن. از سوی هم وزارت امر به معروف و نهی از منکر به برخورد خوب با مردم تاکید کرده و میگوید کسانی که از نام و آدرس این وزارت با شهروندان برخورد نادرست میکنند با آنان پیگرد قانونی صورت خواهد گرفت. گیره پریک دی بریتون لند کی دت پیغمبر حدیث الو مشرکان سره مخالفت علامه خود لري ده نو مګ دانه وي چې چا ګیر ور خیلغه مشرکس خودم روایت چې یو چا ګیر ور خیلغه یو ناسه عمل وک یو واجب عمل پری خود نو مګ توسيه ورته کو توسيه لمخ وړاندې زو وګی ته مونږ دی ویری چې کدی ګیر پری نه خود راته ته بدای سزا درکو. هفته پیش نیز وزارت امر به معروف و نهی از منکر با صدور دستورالعمل شش ماده ای از رانندگان خواسته بود تا تنها زنان با حجاب اسلامی و همراه با محرم مرد را در مسیرهای طولانی سوار موترهایشان کنند. در کنار این ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر در ولایت بلخ از تمامی شهروندان مزار شریف خواسته در نمازهای پنجگانه در مساجد حاضر باشند.
رئیس اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر در جریان سخنرانی در مسجد روضه مبارک همچنان استفاده از مواد مخدر را ممنوع اعلام کرده و تاکید ورزیده که زنان اجازه ندارند بدون محرم در شهر گشت و گذار کنند. در اینجا در مسجد روضه مبارک اداره امر بالمعروف و نهی از منکر نمازهای پنجگانه را الزامی می‌دانند و از مردم مزار شریف می‌خواهند تا در نمازهای پنجگانه در مساجد حاضر باشند. این یک وظیفه نونیست از انبیاء ما و شما مانده، خصوصا از روزی که محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بعثت به پیغمبری شد، از اون روز شروع شده تا قیامت انشاءالله جریان دارد. اعضای این اداره جلوگیری از فساد و منکرات را مکلفیت این اداره می دانند و از مردم می خواهند تا از استفاده مواد مخدر خودداری کنند و همچنان می گویند زنان اجازه ندارند بدون محرم شرعی به شهر گشت و گذار کنند. حجابش را رعایت بکند، با محرم شرعی خود روی ضرورت و نیاز مهمی که پیش آمده اشکال ندارد. نه امارت اسلامی ممانعت کرده، نه اسلام منع کرده. هر چیزی را که اسلام اجازه داده نظام اسلامی مکلف هست اون حقوق را به تمام معنا بعد بر مسلمان ها و زنان مؤمنه و مسلمان بدهد. پیش از این نیز ریاست امر بالمعروف و نهی از منکر ولایت بلخ استفاده از حمام‌های عمومی برای زنان و نیز محدودیت‌هایی را برای حمام‌های مردانه وضع کرده بود. ادامه خبرها تا لحظات دیگر. چند خبر کوتاه از جهان. ریحان خان همسر سابق عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که به موتروی شب گذشته حمله صورت گرفته است. رسانه های پاکستانی گزارش دادند او هنگامی که از شمس کالونی اسلام آباد به خانه خود می رفت دو نفر موتر سایکل سوار به موسوی موترش فایر کردند. ریحان خان میگوید که او سکرتر و راننده اش از این حمله جان به سلامت بردند. پلیس میگوید که تحقیقات را در این زمینه آغاز کردند. ریحان خان خبرنگار بریتانیایی پاکستانی الاصل در سال 2015 با عمران خان ازدواج کرد ولی این ازدواج بیشتر از 10 ماه ادامه نیافت. قرار است جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سفرش را به اوکراین آغاز کند. این سفر 3 روزه به هدف نشان دادن حمایت از اوکراین در حالی که اردوی روسیه در مناطق مرزی این کشور به تقویت نظامی پرداخته است. بورل در سفرش به شرق اوکراین هم خواهد رفت، جایی که نیروهای این کشور با جدایی طلبان طرفدار روسیه سالهای مشغول نبرد بودند. اروپا و کشورهای غربی نگرانی دارند که روسیه با استقرار حدود 100 هزار نظامی در نزدیکی مرز اوکراین احتمالاً آمادگی حمله بر این کشور را دارد. و نرخ تورم پولی در ترکیه تا حدود 2 دهه گذشته به بلندترین حد آن رسیده است. بر اساس گزارش های اینستیتوت احصایه ترکیه تنها در ماه دسامبر نرخ مواد مصرفی بیش از 36% افزایش یافته است. پیش از این آگاهان اقتصادی حدود 27% افزایش نرخ ها را در ترکیه پیش بینی کرده بودند. از ماه سپتامبر سال 2002 میلادی تا اکنون که حزب رئیس جمهور رجب طیب اردوغان قدرت را در دست گرفته است، اکنون تورم پولی به بالاترین حد آن رسیده است. ادامه خبرها پس از یک رفت برگشت کوتاه. با ادامه خبر 8 خوش آمدید. مسئولین وزارت فواید عامه میگویند که به هدف فعال نگه داشتن شاهراهای کشور تمام تدابیر لازم را روی دست گرفتند. و گفته آنان 40 میلیون افغانی بودجه را جهت پاکسازی شهرها اختصاص داده. مسئولین این وزارت از شهروندان میخواهد در صورت عدم نیازمندی جدی لا پایان بارندگی ها سفر نکنند. به اساس معلومات وزارت فواید عامه بارش برف طوفان‌های شدید در شهرهای سالنگ هنوز هم جریان دارد. اندازه برف در سالنگ شمالی به 47 سانتی‌متر و در سالنگ جنوبی به 50 سانتی‌متر رسیده است. در همین حال شهرهای بامیان به دلیل برفباری‌های سنگین در مناطق بازار سیاه، آب قول، کرمان و کوتل قناق و ورس به دلیل بارش 60 سانتی‌متری برف بر روی ترافیک مسدود شده است. شهرهای غور، هرات و غور، کابل به دلیل برفباری‌های شدید در مناطق غوک و بندیان و طوفان شدید برای ترافیک مسدود شده است. نور ولایتونه چی کوم مثلا کونړ ولایت ته آلتا کورونا تخریب شوی دی. دغه مثلا په مختلفو ولایتونو کې
بارانونه او سیلابونه راغلی لارې بندې دي او د هغې د خلاصېدو په خاطر د امارت اسلامي نظامي او ملکی قوتونه لګیا دي. امید دی چې په لنډ وخت کې به هغه لارې خلاصې شي. مسیرهای شهرهای دایکندی بامیان به دلیل ریزش برف شدید در ساحات کوتل قناق، گیتی، سنگ تخت و بندر نیز به دلیل ریزش برف شدید بروی ترافیک مسدود شده است. همچنان برفباری های شدید در ولایت های کابل، بدخشان، تخار، سرپل، پنشیر، پروان، میدان، وردک، غزنی، پکتیکا، لوگر، پکتیا و نورستان نیز جریان دارد. اما شهرهای این ولایت روی رفت آمد هر نوع وسایط باز است. هیوادوالو ته سپارښتنه ده د ریاستونو لخوا چې دوی دې له سفره تر وسه پورې دې ډډه وکړي که البته که اړتیا وي نو د هلته د کاري ټیمونو په سپارښتنو دې عمل کوي د چین او د زنځیر بندوبست دې کوي او تګ راتګ انشاءالله بیا په ټولو لارو باندې اوس لارې پرانیستل شوي دي خلاصې دي. مسئولین شرکت های ترانسپورت زمینی کشور نیز میگویند روند پاکسازی شهرهای کشور به شکل منظم از سوی مسئولین وزارت فواید عامه جریان دارند و تا کنون این سکتور با هیچ نوع مشکل روبرو نگردیده است. او لاره خوب بندی دی اما دیدی اوسنوی مسئولین و لکلو اولونا او دیدی لفعالیت نمگرازی و ادهی چه دقا کمک دیمگل ترانسپورترانو سرکی یه د سرکو په پاکېدو کې که دا کینات بخش دی. آگاهان امور اقتصادی نیز جهت تنظیم انتقالات زمینی به مارکیت های کشور از وزارت فواید عامه خواهان باز نگه داشتن و اتخاذ تدابیر جدی برای پاکسازی شهرهای کشور هستند. شما از فروشندگان لباس های خارجی و مدروز میگویند که وضع محدودیت های اخیر از سوی امارت اسلامی بازار کاربارشان را کم رنگ ساخته. به گفته آنان به دنبال وضع محدودیت ها از سوی وزارت امر به معروف و نهی عن المنکر فروش لباس های انتیک زنانه و مردانه به خصوص پتلون و دریشه هایی که از خارج وارد می شدند از فروش باز مانده است. گودی یا مانکن های نمایش لباس که از سوی دکانداران سر بریده می شوند. اقدامی که وزارت امر به معروف و نهی از منکر آن را دستور داده است. بسیاری از مارکت های فروش لباس در کابل مانکن های نمایش لباس را سر از بدن جدا کردند. محمد فرید یکی از فروشندگان لباس های انتیک در کابل است. او می گوید به دنبال وضع محدودیت های اخیر از سوی امارت اسلامی فروش لباس هایی که آنان از خارج وارد می کنند به خصوص پتلون و دریشی کم رنگ شده است. تقریبا 25-30,000 دلار بود فعلا دیگه تو بند از دیگه کار بار نیست مشتری ها زیادتر نمیان از ترس دیگه کم کم هم کار بار کم شده از سابقه جار که از سرمایه خود آدمو لباس بند کده طبعا او را چی کنه او سو هم انداخته نمیشه که او سو کنه او را مکمه طبعا بسازه کده مردم خود دولت است پیش دولت قبلی بتال دیگه دولت آمد باید بخواست مردم همکاری مردم هم فکر مردم باید کار کنند. از سوی هم شماری از شهروندان میگویند که در این اواخر آزادی های فردی و اجتماعیشان محدود شده و وزارت امر به معروف و نهی از منکر باید در اجرای پالیسی هایش این آزادی ها را در نظر بگیرد. برخورد طالبا باید قسمی باشه که مثلا بونه که مردم آزاد باشه، راحت باشند، بتونند که بدر به خواست خود برسند، مثلا لباس های خوب بپوشند، دیگه قیدگیری نباشه، قیدگیری به درد نمیخوره، مشکلات مردم دوگام زیاد میکنه. خواست ما این نیست که مردم باید به مدل خودشان که هر رقم تابشان باید به روی خودشان باید زندگی کنند. در شخصی کس کار نگیره، یکی بعضی وقتا موبایل ها انسان رو چک میکنند. در همین حال وزارت امر به معروف و نهی از منکر هرچند وضع بعضی محدودیت ها بر شهروندان را میپذیرد اما دخالت در نحوه لباس خریدن و پوشیدن شهروندان از آدرس این وزارت را شایع میداند. زینو رسانه داسی ویل چه پو زینو زینو که دامن معروف خالق تللی دی دکانونو تا چال تا لباسونو گوری چه دا لباس خرسوا دا ما خرسوا حال داش داس مک پوری سار ور ندی مک داسی ندی کلی ما دو ولایت رئیسانو سر هم خبر کلی دی پی ولایتو که داسی زمگ لادرست سندی تر سر شوی او ز مطمئنیم چه دا اسلامی مارت لادرست سندی تر سر شوی و اپواهات بولم. این در حال است که اخیراً ویدیوهای در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن نیروهای امارت اسلامی مردم را به ماندن ریش، منع شنیدن موسیقی و رعایت حجاب اسلامی از سوی زنان توصیه می‌کنند.
مسئولان کورس و مراکز تعلیمی میگویند که شمار متعلمین به طور چشمگیر کاهش یافته است. این مسئولان میافزاید که امسال در مقایسه با سالهای گذشته کورس‌های آمادگی کانکور گواه تاثیرات منفی بوده و شمار متعلمین به دلایل مختلف 70 تا 80% کاهش یافته. این مشکلات سبب شده که 40 تا 50% از این کورس‌ها و مراکز تعلیمی مسدود شود. فرهناز فریبرز گزارش می‌دهد. همه ساله با فرارسیدن زمستان و تعطیلی مکتب‌ها شمار بسیار از متعلمین برای آمادگی کانکور یا آمادگی برای سال آیندی تعلیمی به کورس‌های آمادگی می‌روند. اکنون شمار از مسئولان این مراکز تعلیمی می‌گویند که امسال شمار متعلمین شرکت کننده به طور چشمگیر کاهش یافته و مقدار هزینه تعلیمی در این کورس‌ها نیز کم شده است. رومان نوری مسئول یکی از کورس‌های خصوصی در کابل است، می‌گوید که حدود 4 ماه قبل از 6 صبح الی 8 شب بدون وقفه تدریس می‌کرد، اما حالا با تخفیف 50% هم متعلمین حاضر نمی شوند که به کورس بیایند. 50% دادگان ما تخفیف دادیم. دمو 50% هم شاگرد نمی آید تا صنفای رایگان برگزار می شود تا مردم علاقه مندی در صنفای رایگان نداره که به اشتراک کنه. با بسته شدن دروازه مکتب ها بروی دختران بالاتر از صنف ششم و بسته ماندن دروازه های پوهنتون ها انگیزه متعلمین برای رفتن به مراکز تعلیمی کم شده است. سال پیش که بود 3 تایم کورس گرفته بودم و درس های خود ادامه می دادم. امسال که هست بخاطر امی دولت که تحملات آمد 1 تایم کورس گرفتیم و وقت در صنفای ما حتی جای نبود که بشینیم، شوق به درس زیاد بود. هیچ خلق نست ایس کورسو ترسی زبیم خپل آقا کوشش کم ایسی زرست من کورس دادی خپل یو سرغال اسم داینده که شمار از معلمان این مرکزهای تعلیمی میگویند سقوط اقتصاد، بیباوری نسبت به آینده تحصیلی و روی آوردن جوانان به مهاجرت بر روند تعلیمی تاثیر منفی گذاشته است. امسال فیس را به 50% البته تخفیف دادیم و در پهلوی از او تمام مواد درسی را که ما بر شاگردان میدیم آنها کاملا رایگان می باشد. متاسفانه تعداد مراجعین امسال بیشتر از 20 نفر 30 نفر نیست که چون زیادتر تعداد شاگردها امید و آرزوی خود دست دادن. تنها این نیست، شمار از مکاتب و پوهنتون های خصوصی هم با خطر ورشکستگی مواجه است، اما مسئولان دولتی میگویند برای نهادهای تحصیلی خصوصی هیچ گونه شرایط وضع نشده است و می توانند به گونه عادی به کارشان ادامه دهند. نرخ اسعار $1 104.98 افغانی، 1 یورو $114.08، 1 درهم امارات $27.72. 1000 تومان ایرانی $3.08، 1000 روپیه پاکستانی $558، و 1000 روپیه هندی $1216. وضعیت آب هوا. بیشترین و تازه‌ترین خبرها از افغانستان، منطقه و جهان را از وبسایت آریانا نیوز .اف بیننده باشید.